وطن من. اینجا بین این درخت ها فقط صدای پرنده هاست که سکوت رو میشکنه. قدم زدن در جنگل های هیرکانی با قدمتی حدود 40 میلیون سال حیرت انگیز نیست؟ اینجا یادگاری به جا مانده از عصر آهنه. درخت، زمین، سنگ. عمر ما آدم‌ها در قیاس با عمر اینها چقدر ناچیزه. این موجودات کهنسال خاطرات سالهایی رو در حافظه دارن که حتی هنوز نیاکان دور ما هم به دنیا نیامده بودن. چشمانم، چشم باز می‌کنم، هجوم سبز وجود. گوشهایم، گوش می‌گشایم، سکوت می‌نوشد و صوت پرنده. دماغم، چون کاروان شتر بوی شبنم و گیاه سوغات می‌برد. اما زبانم، بی صدا، آرام‌تر از همیشه. احتمالاً این درخت کهنسال در اون سالها نهالکی بوده. اگه با روح جنگل ارتباط بگیری میتونی آن خودت رو متصل کنی به روح کهنسال اون درخت یا این سنگ. اون وقت میفهمی زمان تنها محدود به بازه کوتاهی که در اون زندگی میکنی نیست. با این احوال هرچه بیشتر در دل جنگل وارد بشی بیشتر شگفت زده میشی. نگاهم را در هر چیز میدوانم، از قطره شبنمی تا تک سنگی یا کنده درختی. اینجا تنفس در هوای پاک و استنشاق عطر گیاهان وحشی لذت راه پیمایی رو صد چندان میکنه. جنگل بکر لفور در سوادکوه شمالی با انبوه درختان، آبشارها، چشمسارها و رودها دارای پوششی گیاهی با 80 گونه گیاه چوبینه. گرد درختان میچرخم و به ساحت روحشان نزدیک میشوم. شاید پرده های حجاب از سر هوش بیفتد و راز هستی در جانمان جاری شود. لفور از مجموعه دره‌ها و ارتفاعاتی تشکیل شده که بلندترین نقطه اون به نام روستای بورخانی 1651 متر از سطح دریا ارتفاع داره. این جنگل‌ها در مرکز دهستان لفور و در مسیر سد البرز قرار داره. طبیعت این منطقه سرسبز تلفیقی از کوه، رود و جنگله. سد البرز با ارتفاع 72 متر در دهستان لفور و روی رودخانه بابل رود احداث شده. این سد از نوع سنگ ریزه‌ای با هسته روسی و مخزنی به حجم 150 میلیون متر مکعبه. با بهره برداری از این سد، آب بسیاری از مناطق بابل، بابل سر، قائم شهر و جویبار تأمین شده.
وجود این سد کنار جنگل‌های زیبای هیرکانی منظره چشم نواز ایجاد کرده. اینجا فضایی دنج و جذاب برای ماهیگیری تفریحیه. ماهی سفید رودخانه‌ای، زردپر و سرخباله از انواع ماهی‌های این سده. این سد خاکی در منطقه‌ای واقع شده که به لحاظ تاریخی دارای اهمیت زیادیه. در کاوش‌های باستان‌شناختی سد البرز، آثار و شواهدی از معماری دوران عصر آهن به دست اومده. با آبگیری این سد در سال 1385 بخش وسیعی از دهستان لفور، یعنی حدود 12 روستا و بخشی از محوطه باستانی اون به زیر آب رفت. ای گاهواره امن کهن، بار شهر از دوشم بردار. بهشت گم شده بر گردن سبزت، گردن بند فیروزه عروس طبیعت. بر هجله کدامین داماد فرود می آیی؟ راه بر روح کدامین مردمان می گشایی؟ راز بر گوش کفاش می کنی؟ گوش را با کدامین ذکر هوش می کنی؟ ذکر سکوت؟ آبشار معروف گزو که یکی از بلندترین و زیباترین آبشارهای مازندرانه در همین منطقه جاریه. برای دیدن آبشار باید از اینجا نزدیک به 40 دقیقه جنگل نوردی کنید. مسیر جنگل در راستای جاده سد البرزه. این همون زیبای جاریه. آبشار گزو. باران آبشار بر دل رودخانه میبارد و آب میان حوضچه ها دست به دست می گردد. آبشار هبوط آب است، از حوضی به حوض دیگر، همچون لیلی که از کجاوه فرو می آید تا مجنونت کند در زیبایی خیش. عظمت و خروش این آبشار به ویژه در اردیبهشت ماه امکان ایستادن در چند متری اونو نمیده. این آبشار با ارتفاع تقریبی 75 متر در منطقه جنگلی، سرسبز و زیبای لفور مازندران در کنار امامزاده معروف به سه بزرگوار گزو قرار گرفته. برای رسیدن به این منطقه زیبا در استان مازندران میتونین از جاده های استان مازندران استفاده کنین. ساری، قائم شهر، جاده گنج افروز، جاده سد البرز، منطقه زیبای لفور. اگر در ایران زندگی میکنید و هنوز لفور و جنگل‌های باستانی هیرکانی رو ندیدین، در اولین فرصت بار سفر ببندید و راهی بشید. بهشت لفور منتظر شماست.